شلوم، پاراشات خیه سارا پاراشایی هست که در مورد ایام عمر سارا صحبت میکنه و میخواستم از این فرصت استفاده بکنم که توجیه عمر را از یک زاویه روحانی توجیه و توضیح بدیم. در حقیقت همه ما ها میدونیم که نشاما روح انسان فقط یکیست، ولی موقعی که روح در درون بدن سکنا میکنه خودش را به عناوین مختلف نمودار میکنه، به این صورت که در درون مغز روح خودش را به عنوان فهم و تمام قدرت ها در درون مغز هست، در درون چشم به عنوان دیدن و گوش ها به عنوان شنیدن و دهان صحبت کردن، دست ها قدرت انجام دادن، پاها و قلب و ریه و معده و هر کدام اون قدرت بخصوص خودش را داره. حال نشامای یهودی یک نشاما هست، ولی در درون این زمان تاریخ همه این یک نشاما خودش را در درون بدنهای قوم یهود جلوه‌گر میکنه و به همین دلیل هست که هر قسمتی از قوم یهود یک قدرت بخصوصی دارن. تورا، تلمیده خخامیم که نشستن و دارن تورا را میخونن و میفهمن و اون اسرار الهی را بهش پی میبرن و این جهان را، جهان فانی را به جهان جاودان میدوزند، میپیوندانند و بعدن اون کسانی که دکترها را نگاه بکنیم، بهترین دکترهای دنیا دکترهای یهودی هستند و سربازان در این دوره آخر که ثابت شد به همه دنیا که بهترین و پرارزشترین ارتش دنیا را داریم و در هر قسمتی که یهودی وارد میشه بهترین هست، اقتصاد، بازرگانی، ثروت و این دلیل حقیقی دشمنی تمام ملت‌ها به یهودی هست. چرا یهودی‌ها بهتر از اونها هستند؟ حال در این دوره آخر، در این زمانه، در این موقعیت ما می‌بینیم که خداوند همه بدن ما را، همه یهودیان را داره بیدار می‌کنه، از بزرگترین به قول غیر مذهبیان افراطیان تا غیر مذهبی ترین یهودی که در اون گوشه پراکنده دورافتاده دنیا هست، خداوند ما را بیدار کرده و داره بیدار میکنه و یهودیان به هر عنوانی که شده دارند بر میگردن به ریشه های خودشون. بایستی بفهمیم که اون کسانی که با گوشواره و با خالکوبی میرن در خیابان ها و با اون غیره و اجنبی ها دعوا میکنن به خاطر این هست که اون شعله یهودی در درونشون بیدار شده. این جرقه چون جان بگیرد شعله ها برپا کند. شبات شلوم، اومه ورخ.